سیصد همین چند کلماتی دارم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. خوارای گرامی، برادرای بزرگوار، دانشمندان، استادان معظم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حرفهایی که باید گفته بشه، پروگرامی که در پیش است، جناب برادر عزیزم حکیم جان محبت و زبان شیوا و رسا و نقاقی صاحب زیبا و پشتو بر شما بیان کردن اهداف قدرت شده، جناب بزرگوار امام دانشمند ما جناب سالانوار صاحب آیسیم خیرزاده هم یعنی واقعا تا روز آخر و لحظه آخری که ما شما در این کنفرانس میباشیم برای ما شما ارشادات فرمودن که باید توشیر راه این کنفرانس باشد و حرف و نقطه نقطه کنیس فرمودن باید توجه شده باشن تا با اون عمل کنیم. جناب آبرومن صاحب با ادبیات بسیار بلند و با مقدمی عارفانی داشتن و ازشان ممنون است و مشکور است و باعث برادر خورد که این چند هفته که با هم همکار هستیم همکار همی شدیم اما مستقیما در همی ارتکاب از حوصله‌مندیشان و از گذشت و از اخلاصی که نشان دادن و تعهدی که کردن و تا آخر به پایش ایستاد شدن و رئیس یک شخصیت مستقل و مسلمان میخواهند ابتکاری را پیش ببرند با وجود تعلقات گذشته یا حال ولی میخواهند در قسمت افغانستان و در قسمت این کنفرانس مستقلانه تصمیم بگیرند و مستقلانه عمل کنند. این کنفرانس به زحمات زیاد برای افتاد، تعداد زیاد از هموطنان خبر شدند از طریق مطبوعات، از طریق نشرات جمعی، حتی تلویزیون جهانی آریانا و سایت های اینترنتی و پخش چندین صد قطع اعلانات ما کوشش کردیم هم وطنهای خود را اطلاع بدیم. انشاءالله یک ایده دیگه هم شاید تشریف بیارن. اگر این کنفرانس به تعداد 50 نفر هم باشد، اونا سر مسائل افغانستان صحبت کنند. از اینکه هیچ سر موضوع وطن ما بحث نشد، صحبت صورت نگیره، ما موفق هستیم که همین ابتکار و همین راه‌اندازی ما آغاز کردید. امیدوار هستم دیگر جوان ها، دیگر برادران ما، دیگر دانشمندان ما در کشورهای مختلف اروپایی و خارج از اروپا، مخصوصا در اروپا که ما هستیم، ابتکار کنند در کشورهای مختلف، افغان ها را جمع کنند. قضیه افغانستان به یک روز و یک ساعت و یک ماه و یک سال ختم نمیشه. بدبختی هایی که در 30 سال ادامه داشته متاسفانه تحولات و آرایش های جدید سیاسی و نظامی که فعلا در افغانستان روی دست است، زدوبند هایی که در 30 سال متاسفانه کسانی که مشغول زدوبند بودند اونا باز هم آرایش های جدید سیاسی و نظامی را برام داختند و دست های کشورهای همسایه ما و کشورهایی که امروز افغانستان از یک اشغال به اشغال دیگر از حضور یک نیروی خارجی و نیروهای خارجی متعدد دیگه تبدیل شد، جنگ حالت دیگه به خود گرفت. متاسفانه در پرتو شرایط جدید سال 2001 کسانی که برای آزادی می جنگیدند، کسانی که در صفوف جهاد بودند، استقلال بودند و مقاومت بودند، خودشان نه تنها با نیرو و توان و افراد خود در خدمت نیروهای خارجی قرار گرفتند، بلکه با استعدادی که خداوند اونا داده و با دانش و علمیتی که در شکوه مختلف دینی دارند فتوا دادن، توجیه کردن، استدلال کردن و دفاع کردن از حالت کنونی و آمدن نیروهای خارجی به افغانستان. حوالت وطن ما شما زار است. وطن ما شما به شدیدترین با بورانی ترین حالت قرار گرفته. هر خبری را که ما شما میشنویم از مسائل سرحد پاکستان که از حرف نمیزنند، بلکه در هر نشریه شما که بخوانید، در هر رادیویی که بشنوید، در هر تلویزیون از ماورای دیورند و دیورند صحبت میشه. حل قضیه دیورند یا طرح قضیه دیورند گام است برای تجزیه افغانستان و پاشاندن افغانستان. قضیه که هیچ کس صلاحیت حل دیورند نداشته و ندارد، چون نمایندهای منتخب از ملت باید انتخاب کنند و در طول این 60-70 سال یا 100 سال گذشته حکومت های منتخب نداشتیم.
پس می‌بینیم که افغانستان داره به سوی یک تجزیه. اگر نیروها دانستن افغانستان را اداره کنند به حالت کنونیش و همه مقاومت از بین ببرند و هیچ چیز در حساب ملت افغانستان قرار نداشته باشد در مقابلشان، اینا تا که باشند می باشند. و اینا اگر توان اداری افغانستان را از دست دادن، افغانستان به سوی یک تجزیه کشانده باشد و این قطعا و عملا می شد. در همین کشورهایی که ما زندگی میکنیم و پیش روی چشم خود ما شما کشور چک و سلواکا از هم جدا شد. جمهوریت یوگسلاوی، جمهوریت فدرالی یوگسلاوی که مرد و پایگاه و اساسگذار جنبش عدم انسلاک یا کشورهای در حال رشد به حساب بودن، همین کشورهای عدم رشد یا به حساب جهان سوم، همین مارشال تیتو اینا را جهان هم. نیرو، فیتو و کسای دیگه خواستن که یک خط سیام در جهان تمثیل کنن. ببینید که کشور خودشان به 5-6 کشور کوچک تبدیل شد. در این اواخر حتی یک منطقه بسیار کوچک مقدونیه هم 600 هزار نفوس دارد، یعنی 6 انسان تصمیم گرفتن که یک کشور مستقل در سازمان ملل متحد ایران کنند. ما فکر نکنیم که افغانستان به می حالت خود باقی خواهد ماند و کی افغانستان را تجزیه میکنه و شعار بگیم. با واقعیت های جامعه خود بیندیشیم. هر روز در افغانستان انسان کشته میشه، هر روز جنگ جریان داره، هر روز 100 نفر در افغانستان به انواع مختلف کشته میشه. کسانی که از خارج تنبیه میشن، تجهیز میشن و به داخل افغانستان میارن، به حالت های انتحاری دست میزنن، اونا هم مردم افغانستان رو میکشن. کشورهای همسایه ما هم در مداخلت دست دارن، ولی نیروهایی که از 37 کشور در اینجا حضور دارن بر مقاصد خود آمدن، هر کس برای مطلب خویش دلبری کنه. ضرورت احساس، وجدان، ایمان از یک افغان همین باید باشه و هست که ما در قضایای وطن خود، در جریانات ملت خود، با وجودی که خود ما با فامیل‌های خود و با افرادی که در اروپا زندگی می‌کنیم آرام هستیم، یک لحظه هم باید از یاد از ما فراموش نکنیم. مبتکر حرکات باشیم. این کنفرانس به نتیجه منتج میشه یا نمیشه، ادامه این کنفرانس چی میباشه، این به دست شما و مردم افغانستان است. ولی از طریق قلم و قدم و صدای خود باید مردم در ارتباط به قضایای افغانستان بکشند. افغانستان ادامه جنگ، خونریزی، اشغال، نیروهای مهاجر و همچنان در ارتباط به مسائل از همه عمدتر کمک های و مساعدت هایی به این کشور آمد و حیف و مل شد و ادامه حالت مافیایی که در افغانستان است، این حالت است که هر کسی که به افغانستان یک سفر میکنه پس میگه در افغانستان مرتی. امیدواری ما شما بر آزادی و آرامی افغانستان بود که برمیگردیم، ولی امروز ببینیم که افغانستان از او حالت بسیار بسیار فاصله گرفته. پس ما من حیث افرادی که در این جامعه یک تحصیلات داریم، یک درس خواندیم، یک تجربه داریم، من حیث افراد مسلکی، من حیث افرادی که واقعا در سطح جامعه افغانستان هر یکی یک چیز میتونه کرد، چی کردن میتونیم بدون از اینکه مشاجره کنیم، بدون از جنگ کنیم، بدون از اینکه با مقال کنیم و یا با تشنج بگراییم، با منطق و استدلال همین اوضاع فعلی افغانستان همه جانبه، بدون تعلقات قومی، بدون تعلقات و ارزش‌های مذهبی یا زبانی یا سنتی یا کوبیدن ازی یا ما اصلا در گروه‌گرایی های خود، در شخصیت پرستی های خود، در کشش شخصیت های خود ناکام هستیم. و این تعلقات ما بود و همین حرکات بود در سیستان که افغانستان متاسفانه برای 100 سال دیگه برای تأخیر انداخته. اگر امروز هم جنگ قطع شود، اگر امروز هم افغانه ها شروع کنن با آزادی و آرامی افغانستان، با آبادی افغانستان، شما مطمئن باشین که از پاکستان که در 900 سال پس هستید، از ایران که در 200 سال پس هستید. شما یک لحظه کشور ایران توجه کنید و کشور خود توجه کنید و کشورهای همسایه ما توجه کنید، هیچ کشورهای اروپایی و کشورهای جهان سوم و مالیزیا و اندونزیا و اینا رو متوجه نشید. سطح زندگی مردم ما، دانش ما، ابتکارات ما، بافسازی ما با مشکلات اذیت مواجه هستیم و این وجدان ما آرام نمیذاره که ما این کار را نکنیم. ولی خواهش ما ایست هر کس در هر جریان و از با سازمان و فکری که هست باشه.